تقویت پوشش امنیتی در محمد منطقه حسن آصفری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران هشدار داده که تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را به سمت برنامه نفت در برابر غذا پیش می‌برد. این در حالی است که کم و بیش این طرح اتفاق افتاده، چون برخی از مشتریان نفت ایران در آسیا به جای پول نفت به ایران گندم، برنج و روغن می‌دهند. نفت در برابر غذا برنامه‌ای از سوی سازمان ملل متحد علیه عراق بود که در دهه 90 میلادی و پس از اشغال کویت توسط صدام اجرا شد. عراق در ازای فروش نفت تنها میتوانست نیازهای غذایی و دارویی خود را تامین کند. یک سال است که تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران شدت گرفته. سازمان ملل متحد و کشورهای غربی اصرار دارند فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی مشکوک و به سمت تهیه تسلیحات هسته‌ای است. ایران این ادعا را رد می‌کند، اما تمایلی هم به توقف فعالیت هسته‌ای مشکوک خود نشان نمی‌دهد. گفتم اینا یک کاغذ پاره است. واقعا هم کاغذ پاره است. شما الان تو ایران بچرخید ببینید اصلا کی حساس هست به این. از این روزها که محمود احمدی نژاد قطعنامه‌های تحریم ایران را کاغذ پاره بداند تنها 2 سال گذشته، اما فشار تحریم‌ها موجب عقب نشینی او شده. البته دشمن به شدت هم با جنگ روانی، هم با قفل کردن مسیرها و مسیر فروش نفت و انتقال ارز و بانک‌ها و بانک مرکزی جنگ تمام عیاره. من بگم این جنگ از تیر ماه که موج جدید تحریم‌ها فروش نفت ایران را هدف گرفت، درآمد ایران کاهش شدیدی داشته و به همین دلیل مشکلات اقتصادی از پی هم روی دادند. گرانی مرغ، کمبود گندم و افزایش ارزش دلار در مقابل ریال که هر 2 ماه اتفاق افتاده و 1 دلار 1200 تومانی تا مرز 4000 تومان هم پیش رفته. مورد نادری که افراد چه در کمیسیون امنیت ملی چه در کمیسیون انرژی و چه منتقدان دولت که از اختلاف محمود احمدی نژاد با آیت الله خامنه ای آگاهند میگویند دولت مسئول مشکلات اقتصادی است. به طور مشخص مصطفی پور محمدی وزیر سابق دولت بدون نام بردن از احمدی نژاد گفته کسانی که گفتند تحریم ها کاغذ پاره است حالا پاسخگو باشند. اما منتقدان حکومت اعتقاد دیگری دارند. به عقیده آنها آیت الله خامنه ای هدایتگر اصلی پرونده هسته ای ایران است و دولت احمدی نژاد تنها سیاست های رهبر جمهوری اسلامی را پیش میبرد. آیت الله خامنه ای هنوز مسئولیت این تحریم ها را نپذیرفته و اصرار دارد که ایران کوتاه نخواهد آمد. امروز ما نسبت به 30 سال قبل 100 برابر قوی تر و جلوتر هستیم. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.